بینندگان عزیز، برنامه را با دو خبر کوتاه ادامه می دهیم. عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق روز یکشنبه اعلام کرد که فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق با اختصاص یک بندر دریایی برای زائران اربعین که از طریق آبهای سرزمینی وارد عراق می شوند موافقت کرده است. عبدالامیر الشمری وزیر کشور و رئیس کمیته عالی امنیتی برای تأمین امنیت زیارت اربعین در جلسه با حضور مسئولان امنیتی و خدماتی تاکید کرد که این امر مستلزم تمهیدات و آمادگی‌های بیشتر است و از همکنون برای موفقیت برگزاری مراسم زیارت اربعین تلاش برای تأمین تمامی الزامات امنیتی و خدماتی و بنادر دریایی و گذرگاه‌های زمینی و هوایی صورت گرفته است. حرم مطهر امام حسین علیه السلام از تلاش‌های گسترده برای ایجاد یک سازمان بین‌المللی موزه‌ای مشابه سازمان ملل متحد خبر داد که از طریق موزه الوارث متعلق به این حرم مطهر پیگیری می شود. علا ضیاءالدین معاون مدیر حرم مطهر ضمن اعلام این مطلب گفت تشکیل این سازمان به منظور تجلیل از فرهنگ‌های مختلف جهانی و میراث فرهنگی و انسانی ملل و ادیان مختلف صورت می گیرد. وی در ادامه افزود موزه جدید الوارث که توسط حرم امام حسین در قالب پروژه صحن حضرت زینب سلام الله علیها در زمینی به مساحت 1200 متر مربع احداث شده، از جمله اجزای آن یک سالن بزرگ برای نمایندگان موزه های بین المللی است.